با علنی شدن خشم و نفرت عمومی در شهرها و نزدیک شدن سالروز قیام آبان، خامنه ای پیام تعطیلی و قرنطینه و تشکیل قرارگاه کنترل ویروس داد. معظم رهبری دستور دادند که ما قرارگاهی رو با یک قرارگاه عملیاتی که تمام مصوبات رو تا اجرای نهایی باید دنبال بکنه. اما پرده کنترل و کرونا آنقدر مضحک بود که خیلی زود دم خروس امنیت نظام از عبای جلاد بیرون زد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از اهمیت امنیت و اینکه همه اقدامات اجتماعی و اقتصادی فرع بر امنیت هستند گفت و از مسئولین امنیتی و انتظامی خواست با نظارت و اقدامات پیشگیرانه به هیچ وجه به کسی اجازه ایجاد ناامنی ندهند. در واقع آشوبای سال پارسال موقع رو پیدا بررسی بکنیم، مردم رو اومدن وسط و سازماندهی شده اومدن تو وسط. بنا محورشون چی بود؟ محورشون بسیارشون اقتصاد. مثلا فرض کنید اعتراض به قیمت بنزین که یک کار اقتصادی هست. حل معضلات معیشتی یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. حداقل نفس کشی برای مردم، برای زنده ماندن مردم لازم است. ما یه دستورالعملی برای محله نیاز داریم و بسیج میتونه نقش بسیار ارزشمندی رو ایفا کنه در محله های مختلف. به فتنه های پیچیده داخلی چون کودتا، ترورهای کور و ناجوان مردانه، فتنه های سنگین 78 و 88، به فتنه بنزینی 96 به حال خود رها کرده است. نگرانی از ریزش و فاصله مزدوران از ولایت و هراس از جرقه و انفجار مینهای اجتماعی تمام ارکان نظام را فرا گرفته است. امتداد این راه تضمین شده نیست. نمایندگان انقلابی، اگر با ولی باشیم عبور از میدان پر از مین آسان خواهد شد. اما این بار مینهای انفجاری خشم و خروش گرسنگان با اولین جرقه بیت ولی فقیه و همراهانش را خواهد سوزاند.